موسیقی چگونه بر رابطه زوجین تأثیر می‌گذاره؟ همه ما می‌دانیم که موسیقی تأثیر زیادی بر روی انسان دارد. از لحظه تولد ما موسیقی را گوش می‌دهیم و به ژانرهای خاصی عادت می‌کنیم. از انتخاب موسیقی می‌توان نیروی متصل به سبک ارتباطات، انتخاب لباس و رفتار در جامعه را استخراج کرد. تأثیر موسیقی بر انسان همچنان در حال مطالعه است و این دیگر راز نیست که موسیقی کلاسیک حتی قادر به درمان بدن است. به طوری که یک رشته در پزشکی به نام اورنیتوتراپی کشف شده است. موسیقی و روابط. سعی کنید وقایعی را که برای قلب شما به یاد ماندنی است با موسیقی مرتبط کنید. با آنها را به خاطر بیاورید. مانند اولین رقص یا رابطه یا عاشقانه‌ای که داشتید. این رویدادها با موسیقی هماهنگ بوده و احتمالاً خاطرات خوبی را در شما ایجاد کرده. بسیاری از لحظات زیبا و به یاد ماندنی در زندگی زوجها به موسیقی خاصی همراه هستند و این موسیقی‌ها تأثیر مثبتی بر حافظه ما دارند. این جمله تأکید دارد که در لحظات شک و تردید معمولاً پس از یک دعوا یک ملودی آشنا میتواند به ما کمک کند که به یک وضعیتی منتقل شویم که با یک شخص خاص احساس خوبی داشتیم و احساسات نارضایتی و عصبانیت ما در آن لحظه کمتر میشود. این موسیقی ممکن است به ما یادآوری کند که لحظات خوبی با آن شخص داشتیم و به مرور زمان تنش‌ها را کاهش دهد. وقتی لحظات شک و تردیدی وجود دارد، به طور معمول بعد از یک مشاجره یک ملودی آشنا به ایجاد یک وضعیتی کمک می‌کند که در آن با یک شخص خاص حال خوبی داشتید و احساسات منفی کاهش می‌یابد. موسیقی و زندگی مشترک. موسیقی تأثیر مثبتی بر روابط عاطفی زوجها دارد. به عبارت دیگر، زوجهایی که به طور منظم در خانه موسیقی گوش می‌کنند، ممکن است روابط عاطفی عمیق‌تری داشته باشند و از لحاظ عاطفی بهتر عمل کنند. بسیاری از شرکت کنندگان موافقت کردند که انجام کارهای خانگی با گوش دادن به موسیقی کمتر آزاردهنده است. یک مطالعه دیگر نشان می‌دهد که اگر موسیقی به طور مداوم در خانه پخش شود، زوجین احتمالاً بیشتر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. حالت و روابط بهتری با هم دیگر خواهند داشت. دانیل لویتین، عصبشناس آمریکایی، در تحقیقات خود با اپل موزیک به این موضوع پی برد. از 30 خانواده خواسته شد که به مدت یک هفته در خانه موسیقی گوش ندهند و در هفته بعد آن را به طور مداوم و بلندتر پخش کنند. گوش دادن به موسیقی و همراه یکدیگر تأثیر مثبتی بر روی بسیاری از شاخصها داشت. افراد در آن هفته که به طور مشترک موسیقی گوش می دادند، 3 ساعت بیشتر وقت را با خانوادهشان می گذراندند. در نتیجه مطالعه مشخص شد که وضعیت روحی آنها 16% بهتر بود. آنها 15% بیشتر خندیدند. بیان عشق و محبت 14% افزایش یافت. کودکان 19% بیشتر به والدین خود کمک کردند و طعم غذاها حدوداً 58% بهتر بود. گوش دادن به موسیقی به صورت مشترک تأثیر بر تولید هورمون‌های اکسیتوسین و سروتونین دارد. هورمون‌های اکسیتوسین به عنوان هورمون ارتباطات اجتماعی و ایجاد احساس ارتباط و انسجام شناخته می‌شود. هورمون سروتونین نیز به عنوان هورمون خوشحالی شناخته می‌شود و بر احساسات خوب و رضایت تأثیر مثبت دارد. سه
سلیقه های موسیقی. یکی از مشاهدات جالب دیگر این است که برخی افراد ممکن است ترجیحات موسیقی خود را با ترجیحات جنس مخالف ترتیب دهند. به عبارت دیگر، دختران ممکن است به پسرانی که موسیقی راک را ترجیح می دهند علاقه بیشتری داشته باشند. در حالی که پسران ممکن است به دخترانی که موسیقی کلاسیک را ترجیح می دهند علاقه بیشتری داشته باشند. این ادعا ممکن است بر اساس تصورات جنسیتی شکل گرفته باشد. اما باید به یاد داشت که ترجیحات موسیقی افراد بسیار متنوع و شخصی هستند و نمیتوان همه را بر اساس جنسیت دسته‌بندی کرد. بسیاری از متخصصان به این نتیجه رسیدند که زمانی که سلیقه‌های موسیقی زوجین همخوانی دارد، رابطه آنها بسیار قوی‌تر و پایدارتر است. این همخوانی در سلیقه‌های موسیقی ممکن است به عنوان یک علامت از انسجام و اشتراک در زندگی روزمره و علاقه‌مندی‌هایی در یک زوج تلقی شود. بیاد داشته باشید حضور آهنگ ها و ملودی های بیشتر در خانه به معنای عشق بیشتر، صمیمیت، نزاع کمتر و روابط قوی تر است. این یک رابطه مستقیم است که برای مدت طولانی تری کار خواهد کرد. علاوه بر این، موسیقی بخشی از زندگی ماست و بسیار خوب است که آهنگ مورد علاقه خود را با شریک زندگی خود به اشتراک بگذارید و عشق را در قلب خود بیدار کنید. موسیقی باعث می شود که حال شما بهتر شود و علاقه مشترک بین شما و شریک زندگیتان بیشتر نشان داده شود و این گونه یک دفعه به خود می آیید و می بینید که بسیاری از مشکلاتتان که شاید تا قبل از آن با هم داشتید بسیار مرتفع و راحت حل شده. زیرا با گوش دادن موسیقی به هر شکلی، چه کلاسیک و سبکای دیگر در منزل، باعث شدید که روح شادمانی و آرامش و زیبایی در خانه شما فوران پیدا کنه. و این مسئله باعث آن می شود که ارتباطات شما با همسرتان بسیار زیباتر، راحتتر و جذابتر شود. حال اگر در این نقطه از موسیقی هایی که دوست دارید استفاده کنید، 100% تأثیر بسزاتری خواهند داشت. خب دوستان، این بود چگونه موسیقی بر روابط زوجین تأثیر می گذارد. تأثیر موسیقی بر رابطه های زن و مرد. بسیار متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید. حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدیمون براتون بیاد و بتونید ببینید. و لطفا اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم و ممنونیم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون هستید.